فصل سوم. بنابراین ای برادران من، ای مقدسینی که در دعوت آسمانی شریک هستید، به عیسی که رسول و کاهن بزرگ ایمان ماست چشم بدوزید، تا بدانید چقدر به خدایی که او را برای انجام این کار برگزید وفادار بود، همانطور که موسی نیز در تمام خانه خدا وفادار بود. کسی که خانه‌ای بنا می‌کند بیش از خود خانه سزاوار احترام است. به همین نحو عیسی نیز بیش از موسی شایسته احترام است. هر خانه البته سازنده‌ای دارد، اما خدا سازنده همه چیز هاست. موسی در تمام خانه خدا مانند یک خادم با وفا خدمت می‌کرد تا درباره پیامی که بعدها می‌باید اعلام شود شهادت دهد. اما مسیح به عنوان فرزند و صاحب خانه‌ای وفادار است و ما آن خانه هستیم، به شرطی که آن اعتماد و اطمینانی را که امید به ما می‌بخشد تا به آخر محکم نگه داریم. زیرا چنان که روح القدس می‌فرماید، امروز اگر صدای خدا را بشنوید، مانند ایامی که در بیابان سرکشی می‌کردید تمرد نکنید. در آن زمان پدران شما در بیابان مرا آزمودند. آری، پدران شما با وجود آنکه آنچه در 40 سال کرده بودم دیدند، باز مرا امتحان کردند و آزمودند. به این سبب به آن قوم خشمگین شدم و گفتم افکار آنها منحرف است و هرگز راه‌های مرا نیاموختند، و در خشم خود سوگن یاد کردم که آنها به آرامش من نخواهند رسید. ای برادران من، مواظب باشید در میان شما کسی نباشد که قلبی آنقدر شریر و بی ایمان داشته باشد که از خدای زنده روی گردان شود. در عوض برای آنکه هیچ یک از شما فریب گناه را نخورد و متمرد نشود، باید همیشه تا زمانی که کلمه امروز را به کار میبریم یکدیگر را تشویق نمایید. زیرا اگر ما اعتماد اولیه خود را تا به آخر نگاه داریم، شریکان مسیح هستیم. یا چنان که کتاب مقدس می‌فرماید، امروز اگر صدای او را بشنوید، مانند ایامی که سرکشی کردید تمرد نکنید. چه کسانی صدای خدا را شنیدند و سرکشی کردند؟ آیا همان کسانی نبودند که با هدایت موسی از مصر بیرون آمدند؟ و خدا نسبت به چه کسانی مدت 40 سال خشمگین بود؟ آیا نسبت به همان کسانی نبود که گناه ورزیدند و در نتیجه اجسادشان در بیابانها افتاد؟ و خدا برای چه کسانی سوگند یاد کرد که به آرامی او نایل نخواهند شد؟ مگر برای کسانی نبود که به هیچ وجه حاضر نشدند به او توکل نمایند؟ پس می‌بینیم که بی ایمانی مانع رسیدن آنها به آرامش موعود شد.